اینجا خیلی خطرناکه. بچه ها اینجا چاله است، مراقب باشید. اینجا خطر مهمات عمل نکرده هم وجود داره. اینا رو ببینید، اینا جای گلوله است. شهر حلب، دومین شهر بزرگ و مهم سوریه و یکی از اولین شهرهایی که توی زلزله آسیب جدی بهش وارد شده. وارد شهر حلب که شدم توقع داشتم که صحنه های فاجعه آمیز و تلخ انسانی ببینم درباره زلزله، اما همه اول کار میتونم خیلی صریح و محکم بهتون بگم که این شهر، این حتی کشور زلزله زده نیست، همچنان جنگ زده است. این منطقه اسمش منطقه جمعیت الزهراء، متشکل از فرق مختلف، شیعی، سنی، علوی یا مسیحی. الان کاملا خالی از سکن است. الان میشه بهش گفته شهر ارواح. حجم خرابی زلزله در نسبت با حجم خرابی جنگ داخلیشون تقریبا نزدیک به صفره، یعنی اصلا دیده نمیشه. یعنی اصلا شما میتونید در توصیف این کشور، در توصیف این شهر حلب، شهر تاریخی و زیبای حلب، نگید زلزله زده است، بگید جنگ زده است. سعی میکنم یه ذره همزمان با اینکه براتون توضیح میدم توی منطق قدم بزنم، گرچه که خطرناکه، هم از این جهت که ممکنه مهمات کار نکرده همچنان در این منطقه باشه، هم از این جهت که این ساختمونا الان خیلی پوسیده است. این کشور جنگ زده و حالا زلزله زده، به هر حال این کشور الان نیاز به بازسازی داره، الان نیاز به کمک داره. منتها یک کشور دیگه‌ای بهش میگه که تو عمل کردت، سیاست‌هات مخالف سیاست‌های منه و تا وقتی که این چرخش رو نسبت به من نداشته باشی، خودتو با سیاست من وفق ندی، من تو رو تحریم میکنم. و به کشورهای دیگه میگه که به این کشور حق کمک کردن ندارید و کشورهای دیگه، نظم جهانی این رو میپذیره. این دنیایی که انقدر استثمار پذیره، انقدر استعمار پذیره، دنیای دیوانه و به درد نخوریه. شما هر کشوری که باشید، اگر الان هم تحریم نیستید، اوضاعتون هم خوبه، باید این رو بدونید که با کوچکترین مخالفتی با سیاست‌های یک کشور، دو کشور، یک رژیم، ممکنه همین بلاها سرتون بیاد، تمام زیرساختاتون معیوب بشه و تمام مشکلات یهو به سمتتون هجوم بیاره. اگر خود مردم اینجا بپرسید که چی داره بیشتر شما رو اذیت میکنه و زندگیتون رو تحت تاثیر قرار داده، تحریم رو میگن، تحریم های سزار یا تحریم های قیصر که براشون وضع شده. هذه الصور قد وصلت قبل قليل لدخان جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق. میخوام براتون تو 30 ثانیه شر مطلق رو توصیف بکنم، توضیح بدم. یک رژیمی، یک نصف شبی تو یک منطقه کاملا مسکونی، منطقه‌ای که پر از این مجتمع‌هایی که الان واسهتون توضیح دادم، منتها سالمش، مجتمع‌های مسکونی سالم که حتی مدرسه توی اون منطقه هستش، موشک پرانی میکنه. تو کشته شده ها هم فکر میکنم، حالا آمارشون خیلی دقیق نیست، اما فکر میکنم نزدیک 10 تا کشته دادن و چند 10 تا زخمی. نه تو کشته ها نه تو زخمی ها یک ایرانی نیست، یک نظامی نیست و تماما مردم. یه دونشون فکر میکنم سرباز بود که خب اونم بعد از سربازی تو خونش بوده. این یعنی شر مطلق. شما اگر درباره وضعیت داخلی رژیم اطلاع داشته باشید، میدونید که الان اعتراضات چند میلیونی داره اونجا برپا میشه و نتانیاهو
نمیتونه دولتشو تشکیل بده. احتمالاً سیاستگزارشون اینجوری بوده که ما یک چیزی میخوایم که حواس معترضین رو به اون سمت جلب کنیم یا یه قهرمان نمایی از خودم داشته باشم. خب چیکار میکنم؟ ایران رو میزنم. خب ایران رو هم که نمیتونم بزنم به خاطر اینکه واکنشش سخته، پس چیکارش میکنم؟ خب تو سوریه رو میزنم. سوریه به خاطر مشکلات اقتصادی احتمالاً واکنشی نداره و چون ایران همونجا حضور داره میتونم با رسانه و پروپاگاندا بگم که ایران رو زدم، ایران رو تو سوریه زدم. در واقع بررسی ها نشون میده که این جایی که هدف قرار گرفته در سوریه یک هدف فوری نبوده، بلکه چیزی بوده که اسرائیل از قبل وجودش رو میدونسته و میتونسته اون رو چند روز دیگه، چند هفته دیگه، حتی چند ماه دیگه هدف قرار بده. من تو شهر گشتم، بیمارستاناشون رفتم، بهداریاشون رفتم. زلزله نتونست بیمارستان اینا رو خراب بکنه، اما جنگ تونست. در زمان جنگ دو تا از مجهزترین بیمارستان‌های این شهر رو جنگ داخلی با خاک یکسان کرد. تو یکی از بیمارستان‌ها که مقاومت سنگینی شده، اون بیمارستان رو معارضین با انتحاری 8 تنی منفجرش کردن. یه فاجعه بزرگی که فقط از پس جنگ داخلی برمیاد و حتی زلزله به گرد پاش هم نمیرسه. تا جایی که میتونیم میریم داخل این کوچه که خرابی‌ها رو بهتر نشون بدیم.